ظلم، ستم، اذیت، آزار و حتی صدور حکم اعدام توسط حکومت سعودی علیه شیعیان این کشور محدود به یک قشر خاص نمی شود و حتی کودکان که زیر سن قانونی هستند از آن مستثنا نیستند. صدور حکم اعدام برای هشت کودک عربستانی از مناطق شرق این کشور که مناطقی شیعه نشین هستند خبری است که این روزها در بسیاری از رسانه های عرب زبان مخابره شده و افکار عمومی جهان را با شوک مواجه کرده و واکنش شدید نهادها و سازمان های بین را برانگیخته است همکارم علی اکبری گزارش می دهد. سران عربستان در جدیدترین اقدام ضد حقوق بشری خود حکم اعدام هشت کودک بیگناه را در این کشور صادر کردند این هشت کودک شیعی بدون تفهیم هیچ اتهامی به خانواده هایشن محکوم به اعدام شدند در بین اسامی اعدامی ها نام عبدالله الهویتی کودک 13 ساله نیز به چشم میخورد خورد که واکنش های زیادی را برانگیخته است رسانه ها و نهادهای حقوقی در واکنش های تندی ضمن محکومیت شدید این اقدام تاکید کردند که تمامی این کودکان شیعی مذهب هستند و بدتر از آنکه تمامی این کودکان متهم به جرائمی غیر شفاف و شبه برانگیز شدن که ارتکاب آن برای کودکانی در سن و شرایط آنها غیر ممکن است. عبدالله درازی، علی سوبیتی، حسن زکی الفرج، جلال آل لباد، مهدی المحسن، جواد قریریس و یوسف المناسف هفت کودک عربستانی هستند که رژیم سعودی حکم اعدام آنها را به صورت خودسرانه و بدون هیچ تفهیم اتهامی صادر کرده است. نفر هشتم این جمع عبدالله الهویتی است که کم سن و سال ترین فرد بین کودکان اعدامی به شمار می رود. او در زمان دستگیری تنها هشت سال داشته و همکنون که در زندان به سر میبرد سیزده سال است داستان این کودک دستگیر شده از این قرار است که در هشت می 2017 نیروهای امنیتی سعودی به منزل خانواده الهویتی که متولد هجده همه 2002 است حمله کرده و او را به اتهام دزدی و قتل بازداشت کردند. او پسر خانواده شیعی مذهب و از اخشار ضعیف جامعه بود. 27 اکتبر 2019 دادگاه کیفری منطقه تبوک در شمال عربستان الهویتی را به اتهام سرقت مسلحانه از جواهر فروشی و قتل یک پلیس با سلاح گرم در استان زبا به اعدام محکوم کرد. مادر این کودک عربستانی در توییتی نوشت دادگاه کیفری تبوک به دلیل سهلنگاری خود و سرپوش گذاشتن بر هویت مجرم پسرم را قربانی میکند دادگاه تبوک حضور او همراه با برادر و دوستانش را در شب حادثه نادیده میگیرد و به قوانین و مقررات احترامی نمیگذارد این دادگاه عمدن عبدالله را جنایتکار میداند تا از مسئولیت خود در این پرونده شانه خالی کند مادر این کودک به همراه سایر اقوام بارها در صفحه توییتری خود و با هشتگ حادثه تبوک با حاکم ظالم همراه شده از شاه سعودی و وزرای عربستان خواسته تا به فساد گسترده در استان زبا و موج بی ها رسیدگی کنند آنها خواستند تا به بی ادالتی علیه پسرشان عبدالله پایان داده شود و شرایط این پرونده مجددا مورد بررسی قرار گیرد وضعیت دیگر کودکان زندانی در عربستان به همین منوال است واکنش ها به این احکام صادر شده در عربستان همچنان ادامه دارد فعالان رسانه ای هشتگ کشتار را متوقف کنید را ترند کردند در همین راستا علی هاشم فعال سیاسی در توییتی نوشت عبدالله الحویتی 13 سال بیشتر ندارد و دادگاه کیفری تبوک در اوایل ماه مارس 2022 حکم اعدام را صادر کرد. یکی از کاریکاتوریست های عرب زبان نیز کاریکاتوری از وضعیت عبدالله الهویتی را به تصویر کشیده که مورد توجه کاربران در فضای مجازی قرار گرفته است. در این کاریکاتور محمد بن سلمان ولی عهد سعودی در حال بریدن سر این نوجوان با اره است. حالا لقب ابو منشار یعنی اره به دست بیش از پیش برازنده ولی عهد سعودی است. لقبی که مخالفان آل سعود در پی قتل فجی جمال خاشخچی خبرنگار سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول به بن سلمان دادند. علی اکبری اخبار شیعه